کردیم عاقبت وطن اندر دیار عشق، خوردیم آب بی خودی از جویبار عشق. پروانه گرز عشق بسوزد عجب مدار، کاتش زند به خرمن هستی شرار عشق. سلام میکنم به عاشقان کوی حق، من الهه روزدار هستم. برنامه دیگه رو از آلبوم وحدت و فنا شروع میکنیم به امید هم. عزیزان، در این برنامه دلم میخواد لب لباب مطلب رو ما در این جلسه بیان بکنیم با اشعار زیبایی از مولانا و شیخ محمود شبستری شروع میکنیم و انشالله تا پایان این برنامه تونسته باشیم مطلب رو به طور کامل ادا کنیم و همگی ما این مطالب رو بتونیم با گوش دل، با عمق وجود بشنویم. بنابراین یک نفس عمیق میگیریم، میایم در این لحظه عزیزان، که در این لحظه فقط یک حضور زیبای الهی اینجا سرایان داره در جان همگی ما و شاهد این کلام خواهد بود. اولین غزل رو شروع میکنم از مولانا، غزل شماره 1905، که خیلی قشنگ بیان میکنه. میگه که اگر تو عاشقی، غم را رها کن. اگر تو این حقیقت رو پیدا کردی که تو این شاهد ناظری و من اینجا دیگه در کار نیست، این من یک من توهمی بوده، تو این غم رو باید رها کنی دیگه. و اینجا عروسیه، در این لحظه عزیزان، در این حضور حق، حضور خداوند که الان اینجا سرایان داره، اینجا واقعا هر دمیش عروسیه و غم ها همه نهفتن در ذهن و اون من توهمی. تو دریا باش، این دریای حضور، این دریای وجود که همین الان سریان داره، این دریا باش و کشتی را، کشتی ذهن رو برانداز، کشتی من رو برانداز. و میگه که اگر تو رو زلف پریشان تو رو در هم زد، و در واقع زلف پریشان معشوق رو میگه عزیزان، این حضرت حق رو که این در هر نفسی میدمه، و این میگه این خیال خام و خیال این دنیا رو و این خواب این ذهن رو رها بکن. نفخت فیه من روحی رسیده است، نفخه خدا اینجا همینجا حضور داره، این غم کم و بیش رو رها کن. میگه ای شیرزاده، تو خوی شیران رو بگیر، خوی کسانی که حقیقت رو پیدا کرده، و این سگان نامعلم، سگان تعلیم نشده که منهای خود و دیگران هست، هم منهایی که خود من در وجودم هست، این 2000 من من، و هم کسانی که با این من دردانه هم هویت شدن، اونها را رها کن. و دیگه حریصان تمام کسانی که چشم چون به اون دنیاست، یعنی یک من توهمی دارن که مرتب چه کنم هست، اینا جگرخون هستن. و دیگه این سری که مرتب در حال فکر چه کنم هست، که یک منی وجود داره که مرتب در حال اینه که بفهمه چی کار بکنه که بهترین شادی رو پیدا کنه، و همش دنبال این دنیاست برای رسیدن به شادی و حقیقت. میگه این گر و ناسو رو، گر یعنی این کسی که سرش تاسه کچله، مرتب میخواد بخارونه، یعنی میخاره، این گر و ناسو رو میگه کاملا رها بکن، یعنی از این عالم وهم بیا بیرون، در این لحظه حضور حق رو تجربه بکن. و میگه چون این شمس تبریز الان حضور حق اینجا وجود داره، این جهان تنگ تاریک رو، مظلم این تاریک رو رها کن، یعنی از این تاریکی وهم ذهن بیا بیرون. اگر تو عاشقی، غم را رها کن، عروسی بین و ماتم را رها کن. تو دریا باش و کشتی را برانداز، تو عالم باش و عالم را رها کن. وگر بیداد کردت زلف درهم، خیال و خواب درهم را
رها کن. نفخت فیه من روحی رسیده است. غم بیش و غم کم را رها کن. بگیر ای شیر زاده خوی شیران، سگان نامعلم را رها کن. حریصان را جگر خون بین و گرگین، گر و ناسور محکم را رها کن. چو طالب گشت شمس الدین تبریز، جهان تنگ مظلم را رها کن. عزیزان، یکی از تکیه‌های بزرگ عرفان روی همین کلمه نفخت فیه من روحی که از ریشه قرآنی داره گرفته شده، یعنی از دو تا آیه بزرگی که در قرآن هست عرفان ریشه داره. یکی نفخت فیه من روحی، یعنی روح خودم رو در بشر، در این انسان دمیدم، حضرت حق می فرماید. و دوم اینکه از شاهرگ گردن به شما نزدیک دارم، یعنی ما این کلام رو می گیریم در راه سیر و سلوک عزیزان، میریم جلو و با این کلام که یک روح اینجا دمیده شده در این بدن، شکی نیست، ولی یک گره وجودی اینجا هست، یعنی در واقع اون هم گره خود حضرت حق هست عزیزان، که این حضور، این نفخه الهی که دمیده شده در این بدن، در بدن هر موجودی، یک من اینجا توصیف شده، یک بیان شده، یک منی که سوای از دیگران وجود داره در این بدن و جدا هست، یک آتانومی داره و داره این دنیا رو به تنهایی تجربه میکنه، جدا از دیگران، یعنی یک دوگانگی اینجا ایجاد شده. پس یک من اینجا هست، یه توی اونجا هست، یه اوی هست، یه ما و شما و ایشانی وجود داره. این گره عزیزان برای بازی این خدایی، بازی الهی در این دنیا به وجود اومده. وقتی که از کوچیکی ما این باور میکنیم که یک من اینجا هست که در واقع هم هویتش این بدنه و ذهنه، وقتی میگه من، منظورش نقطه مراجعش این بدن و ذهن خواهد بود، این بازی صورت میگیره و میتونه تو این دنیا، این تئاتر این دنیا، این نقش رو بازی کنه. و بعد ما سالیان سالی نقش رو بازی میکنیم به عنوان من، میلیون ها بار به کار میبریم کلمه من رو، ولی هیچ وقت از خودمون نمیپرسیم من، این وقتی که من میگم من، منظور من کیه؟ آیا این بدن میگه من؟ این بدن که حرف نمیزنه، پس کی میگه من؟ این ذهن میگه من؟ آیا وقتی این ذهن میگه من، منظور از این من یک من جداگانه اینجا هست که سوای از ذهنه؟ یا این من خود ذهنیات هست؟ این یک سوال خیلی عمیقه که خیلی ها رو وقتی که این سوال میشنون از اون در واقع اون کامفورت زونشون بیرون میان، یعنی اینو شما رو واقعا به فکر وامی داره که این منی که من میگم این کدوم منه، این چه منیه که وقتی که من الان در این حضور هستم و میرم دنبالش در عمق وجودم، این منو نمیتونم پیدا کنم. پس متوجه میشم که در این لحظه وقتی من چشمو میبندم و یک من یه حرفی رو میزنه، من میخوام شاد باشم، حتی یک شاهد الان اینو داره مشاهده میکنه، این کلام رو، ولی این شاهد از این کلام جدا هست، این کلام رو داره مرتب مشاهده میکنه، افکار رو داره مشاهده میکنه، تمام چیزهای این دنیا رو که گذرا هست عزیزان، این شاهدی که الان در این لحظه حضور داره، این شاهد ناظر داره مشاهده میکنه و خود این من رو که داره میگه من مشاهده داره میکنه، چون تمام اینها به صورت فرم هستن، ذهنیات فرمه، این بدن فرمه، ولی یک حضور اینجا هست که فرم نیست، یک شاهد اینجا الان هست که آگاهه به این کلام ولی فرم نیست. ببینید اونو میتونید حسش کنید، این فقط حس کردنی عزیزان، این از طریق ذهن شما نمیتونید دنبال این برید، چون این فرم نیست که بشه ذهن بتونه تشخیصش بده. هر چیزی که ذهن میخواد تشخیص بده باید به صورت فرم در بیاد، ولی چون این فرمی، ذهن نمیتونه این رو بیانش کنه و توجیهش کنه. ولی الان ما میبینیم یک حضور اینجا الان هست که شاهده، شاهد این کلام الان،
شاهد تمام این چیزهایی که الان داره میگذره و تمام این چیزهایی که میاد و رد میشه و میره، و یک موجود مستقر و ثابته، یک سکون و سکوتی داره اینجا و همه چیز در اون داره رخ میده، ولی با هیچ اتفاقی همهویت نیست. نگاه میکنه ولی نگاهش هیچ تعصب به خصوصی، هیچ تعلق به خصوصی، هیچ نیاز به خصوصی به چیزی نداره. فقط یک نگاهه. آدمی دید است و باقی گوشت و پوست. یک نگاه، یک حضور اینجا الان حضور داره که واقعیه. ولی وقتی که به محضی که ما میریم تو عالم من، تو ذهن، یک منی اینجا ایجاد میشه با خاطراتش، با گذشتهش، با داستانش. ببینید عزیزان، داستانی که برای این بدن اتفاق افتاده شکی نیست، ولی آیا یک منی اینجا بوده که گفته من، این اتفاق برای من افتاده، باید بریم اینو پیدا کنیم؟ این منی که میگه این اتفاق برای من افتاده، باید رفت در درون، اون جمله رو برد در درون و گشت دنبال این من، و میبینیم که این من حقیقی نیست. پس یک داستانی هست، یک وجود، یک بدنی هست، این بدن شرطی شدگی ماست، ولی یک منی که میگه من مالک این بدن هستم، یک شخصی هستم در این بدن، این یک عارف میره در درون، میفهمه این من وجود نداره. در عمق وجودمون وقتی که میریم در سکوت، در اون عدم، در اون وجود بی نهایت، این من کاملا میمیره و ذهن کاملا ساکت میشه. یعنی اینجا یک مرگ اختیاری، در این جا، در این فضا، فقط این حضور، این بودن، این شاهد ناظر اینجا فقط سرایان داره که فقط نظاره‌گره. و این شاهد شخص نیست عزیزم، یک تعلق شخصی به این بدن نداره، فقط شاهده. بنابراین چیزهایی که اتفاق افتادن، حوادثی که رخ دادن، تاریخی که به این بدن اتفاق افتاده، هیچ کدوم جاپایی روی این فضای حضور نتونستن بذارن و هیچ وقت نمیذارن، چون این ابدی و جاودان است و چیزی نمیتونه به این در اینو تکون بده. ببینید عزیزان، کسی که به این حقیقت بیدار میشه، احساسات گذشته، شرطی شدگی‌های گذشته، یک چیزایی براش رخ میده، ولی میدونه که این فقط یک احساسه و نظاره میکنه این احساسو. یعنی دیگه اینجا یک منی نیست که بگه این احساس بد مال منه، این اتفاق، این احساسی که الان بر من پیش اومد به من تعلق داره. فقط یک احساس بیدار میشه، یک به صورت یک انرژی، و این شاهد ناظر فقط مشاهده میکنه این رو و دیگه جزوش نیست. پس این آدم یک انسانیه که تسلیم، این بدن کاملا تسلیم اون حضور هست و اون حضور هر چیزی که میخواد جلب میکنه، هر چیزی که نیاز داره به این بدن جلب میشه، و هر چیزی که جلب میشه دقیقاً اون چیزیه که این بدن نیاز داره، به خاطر اینکه این بدن در اثر اون اتفاق، این وجود از خودش بیدار میشه. عزیزان ببینید، این وجود خودش از خودش بیدار میشه، منتها خودش رو نمیتونه نظاره بکنه و ببینه، چون برای اینکه خودش رو ببینه باید از خودش جدا بشه، و این چون یک وحدت، یک وجود واحده، قابل جدا شدن نیست. ببینید دفعه پیشم گفتیم این چشم ما زمانی میتونه چیزی رو ببینه که از اون شی جدا باشه، این شی یه چیزی جداگانه باشه، جلوش باشه، بتونه نظاره کنه، ولی به محضی که این شی به چشم نزدیک میشه و به چشم منطبق میشه، چشم دیگه اون رو نمیتونه نظاره بکنه. و همین دلیلم هست که چشم هر چیزی رو میبینه، داره مشاهده میکنه به جز خودش رو. خودش رو نمیتونه ببینه، چون خودش بر خودش منطبقه. حضور الهی هم این همینه عزیزان. این شاهد، این ناظر که الان داره مشاهده میکنه و آگاهه، به همه چیز آگاهه و هر چیزی رو شاهده، داره مشاهده میکنه، ولی خودش رو نمیتونه مشاهده بکنه، ولی میتونه از خودش آگاه باشه. این آسان ترین راهی که ساده ترین کلامی که من میتونم بیان کنم. اینا عزیزان یک کلامی که به این سادگی نمیشه به زبان آورد. وقتی که به زبان میاد فقط کسانی میتونن درک کنن که این تجربه
این حضور رو، این وجود رو در این لحظه دارن الان انجام میدن. ولی اگر کسی الان با ذهن داره گوش میکنه، این کلام خیلی متضاده، خیلی تناقض داره. دلم میخواد یک مقدار اشعاری از شیخ محمود شبستری اینجا بخونم که ببینید عزیزان اینو چقدر قشنگ میگه. این شرح حال کسیه که تو این راه سیر و سلوک رفته و فهمیده، خود حقیقیشو پیدا کرده و این من دردانه، این من مجازیشم پیدا کرده، فهمیده که یک حضور عشق اینجاست و یک من مجازی که هیچ وقت وجود خارجی نداشته و در ذهن بوده اینجا الان حضور داره. و بعد ببینید اینو چقدر قشنگ بیان میکنه. میگه خداوند یک پیمانه پر کرد و به من داد و از این پیمانه آتش در وجود من افتاد و به من گفت که از این می بیرنگی بخور، این میی که رنگ و بویی نداره و تمام این فرم و نقش ها و هم هویت شدگی ها و تعین تو رو که یک من متعینی بود از بین میبره. و میگه من این پیمانه رو که وقتی که سر کشیدم واقعا محض شدم و بر سر خاک افتادم و الان من نه نیستم نه هستم، نه هوشیارم نه مستم، و گهی هوای او در سر من هست که این در این لحظه مست او هم، گهی در افکار خودم دوباره در من خودم مشوش میشم و گاهی در اون خارستان من و ذهن میفتم و گاهی هم در گلشن این حضور حق تجربه میکنه. پس عزیزان این شخص الان یه شخصی هستش که اینجا داره تجربه میکنه این حضور رو و در ذهن شناخت پیدا کرده از این من دردانش که حقیقی نبوده. ببینید این چقدر زیباست. یکی پیمانه پر کرد و به من داد که از آب وی آتش در من افتاد. کنون گفت از می بیرنگ و بیبوی نقوش تخته هستی فروشونه. چو آشامیدم آن پیمانه را پاک، در افتادم ز مستی بر سر خاک. کنون نه نیستم در خود نه هستم، نه هوشیارم نه مخمورم نه مستم. گهی چو چشم او دارم سری خش، گهی چو زلف او باشم مشوش. گهی از خوی خود در گلخنم من، گهی از روی او در گلشنم من. پس عزیزان ببینید یعنی این در واقع حالت کسی که این حقیقت رو پیدا کرده، فهمیده که به محضی که من میرم در عالم ذهن و عالم خیال یک منی بیدار میشه و افسانه من دوباره بیدار میشه. یک منی اینجا هست با این گذشته، با این خاطرات، با این در واقع تعلقات و این رول هایی که بازی میکنه، رول مادری، رول فرزندی، رول معلم، رول هر چیزی که تو این دنیا قرار بازی کنه. ولی وقتی میاد در این لحظه یهو میبینه یک وجوده، یک هستی. اینجا میبینه من نیست. عزیزان کسانی که به این حال میرسن و در این حضور میمونن و هر نفسی تجربه این حضور رو دارن، یک مستی در اینا به وجود میاد. این مستی عشق. این قسمتی که میخونم صحبت سر همینه، میگه شراب و شمع و شاعر چیه؟ شراب و شمع و شاعر همین مستی این لحظه حضور هستش. داره صحبتشو میکنه که میگه در واقع این حقیقت هست که این شراب بی خودی رو خداوند به ما میده که از خود خلاص میشیم، که ما رو از خودمون خلاص میکنه و میگه این این میو بخور تا تو رو از خودت رها کنه، از این خود مجازی، این من دردانه تو رو رها کنه و تو رو مثل یه قطره در درون دریا رها کنه. یعنی آب بشی این قطره، خود دریا بشه در واقع، چون الان این قطره فکر میکنه جداست. و میگه این شراب رو بخور که جامش روی یار هستش و این می رو بخور و خودتو از این سردی و از این
یخزدگی آزاد بکن، که این بدمستی این می و این بدمستی این حضور خیلی از نیکمردی و از فقط انسان خوب بودن و کارهای خوب کردن و نفس رو تربیت کردن خیلی بالاتر. همه عالم میگه مست او هستن، همه ملائک مست و تمام خرد مست او هستن، و در ضمن که هر کسی از این مستی یه جور برداشت میکنه، هر انسانی یکی یک ذره از اون میخوره، یکی ممکنه البته از این می خداوند همه را میچشاند. عزیزان هر لحظه ما در این لحظه هستیم، در این لحظه شادیم، در حضور رو هستیم، این می به ما داده میشه، ولی بعضیا بیشتر و بیشتر عجین میشن با این حضور حق، با این وجود الهی در این لحظه، و بنابراین اینا دیگه می و خم و خمخاره رو همه رو خوردن، یعنی دیگه اینا خود رو از دست دادن، شدن فقط این مستی این حضور، و این شخص دیگه تمام فراغت یافته از همه چیزهایی که این دنیا، از این افسانه این دنیا فراغت پیدا کرده. پس عزیزم من اینو میخونم ببینیم چقدر زیباست. شراب و شمع و شاهد عین مستی است که در هر صورتی او را تجلی است. شراب بی خودی در کش زمانی، مگر از دست خود یابی امانی. بخور می تا ز خویشت وارهاند، وجود قطره با دریا رساند. شرابی خور که جامش روی یار است، پیاله چشم مست باده خوار است. بخور می وارهان خود را ز سردی، که بدمستی به است از نیک مردی. همه عالم چو یک خمخانه اوست، دل هر ذره ای پیمانه اوست. خرد مست و ملائک مست و جان مست، هوا مست و زمین مست، آسمان مست. زبوی جرعه ای کفتاد بر خاک، بر آمد آدمی تا شد بر افلاک. یکی از بوی دردش عاقل آمد، یکی از رنگ صافش ناقل آمد. یکی از نیم جرعه گشته صادق، یکی از یک صراحی گشته عاشق. یکی دیگر فرو برده به یک بار، خم و خمخانه و ساقی و میخار. کشیده جمله و مانده دهن باز، زهی دریا دل رند سرفراز. در آمیده هستی را به یک بار، فراغت یافته زقرار و انکار. شده فارغ ز زهد خشک و طامات، گرفته دامن پیر خراب. عزیزان یعنی در آشامیده تمام این رو به یک بار، تمام این مستی رو، یعنی در این مستی محو شده، از بین رفته این منش، مست کامله و فراغت یافته از تمام این دردها و این اقرار و این کارها و این داستانها، و گرفته دامن پیر خرابات. این شخص از دامن پیر خرابات رو گرفته، کس پیر خرابات؟ کسیه که در خرابات، یعنی این لحظه، کسی که در این لحظه به مستی این لحظه رسیده، آمده جاپای این شخص رو داره دنبال میکنه، پیر خرابات که به این مستی، به این حقیقت دست پیدا کرده. در ضمن یک غزله دیگه میخونم عزیزان که درباره انالحق صحبت میکنه. صحبت ازش میپرسن از شیخ محمود شبستری که اینی انالحق یعنی چی؟ انالحق عزیزان یعنی من خدا هستم، ولی انالحقی که منصور حلاج گفته با انالحقی که فرعون میگه، اینا دو تا چیز مختلف هستن. وقتی فرعون میگه انالحق یعنی من، یک من توهمی، اون من مجازی دردانه من خداست و من مالک و صاحب کل این جهان هستم، این کاملا از منیت و از این نیت یک شخص
برمیخیزه. ولی وقتی منصور حلاج میگه انا الحق، یعنی من دیگه نیستم اینجا، منی وجود نداره، یعنی به این حقیقت پی میبره یک عارف، میره در درون و سیری میکنه در عمق وجودش و میفهمه اصلا این من حقیقی نبوده، این منی که من از خودم به صورت توهم در ذهن ساخته بودم، این من دردانه اصلا وجود خارجی نداشته و هرچی هست اوست. پس این شعر رو من براتون میخونم عزیزان. ببینید، کسی که به اناالحق صحبت میکنه در واقع این کشف اسرار حقیقت رو کرده و داره میگه تمام ذرات عالم همچون منصور دارن میگن اناالحق و تسبیح الهی رو دارن میکنن و میگه که در این وادی ایمن اگر یک درختی میگه انی اناالله، تمام عزیزان این کهکشان، تمام مخلوقات، تمام این وجود دارن آیات الهی هستن و همه اینا دارن میگن انی اناالحق، من حضور حق هستم، وجود او هستم، من رو نگاه بکن، نظاره بکن و حضور او رو در من ببین. و میگه اگر یک درخت اینو میگه چطور روا نباشه که یک نیکبختی، کسی که به این حقیقت پی برده، بگه انی اناالحق. کسی که در دلش شکی نیست یقین داره باشه، یقین پیدا میکنه که اینجا در این وجود، در این جهان به جز یکی وجود نداره. یعنی اینجا وقتی که به وحدت از درون رسید، فهمید که اینجا جز یکی کسی نیست، میبینه که در کل جهان هستی هم این یکی جز یکی بیش نیست و اون چیزی که به وجود آمده به صورت فرم و به وجود نیومده که غیر فرمه، اینا هر دوش باز دوباره یکی هستن و اینجا ما و من و ما، تو و او و ما و شما دیگه وجود نداره. چون وقتی فهمید که اینجا منی نیست، در وجود دیگران هم منی نیست، پس توی وجود نداره، پس اوی وجود نداره. یعنی در واقع این جهان یک بازیه عزیزان، یک هیپنوتیزم الهی، یک در واقع خیال الهی، یک خواب خدایی هست که تجسم اوست که چگونه میشه که من در این وجود بیام و جدا بشم از خودم دوباره و بشم منکسر. ولی عزیزان قرار نیست که این وجود به صورت انکسار بمونه، قراره که دوباره برگرده در درون و بفهمه که اینجا جز یک واحد، جز یک وحدت چیز دیگری نیست. و میگه این جناب حضرت حق رو دویی نیست، اینجا دوتا نیست و یک چیز بیشتر هم نیست. ببینید در ذهن این که عزیزان اینجا اتحادم نیست. ببینید اینطوری نیست که من یه منی باشم اینجا و در ذهن اینجا یه خدایی وجود داشته باشه و من اینجا با خدای خودم متحد شدم، نزدیک شدم، یعنی یک وحدت، یک حالت اتحاد به وجود اومده اینجا. اتحاد یعنی هنوز اینجا دو تا شخص، دو تا چیز وجود داره، یک من و یک خدای خودم و من نزدیک شدم به خدای خودم. اینجا عارف میفهمه که اصلا این من وجود نداره، این من حقیقی نبوده، پس اینجا هرچی هست اوست. به این مسئله پی میبره که من هیچ مطلقم، هرچی هست اوست. و تمام این دردهای ما از همین تعین این من دردانه به وجود آمده. یه تعین بود که این هستی به وجود آمده و در زمین که وجود این خلق، این کسرت و این وجودی که الان در فرم، در این ظاهر ما میبینیم، این حقیقت واقعی نیست، این فقط یک بازی الهی هست که به وجود آمده. ولی حقیقت اصلی این حضور، این وجودی که الان اینجا سریان داره در هر لحظه و ابدی هست و شاهد تمام این هست. عزیزان یکی از بهترین غزل‌های شیخ محمود شبستری از نظر من، اناالحق کشف اسرار است مطلق، جز از حق کیست تا گوید اناالحق. همه ذرات عالم همچو منصور، تو خواهی مسگیر و خواه مخمور. در این تسبیح و تحلیل در این تسبیح و تحلیلند دائم، بدین معنی همی باشند قائم.
در آ در وادی ایمن که ناگاه درختی گویدت انی انا الله. روا باشد انا الله از درختی، چرا نبود روا از نیکبختی؟ هر آن کس را که اندر دل شکی نیست، یقین داند که هستی جز یکی نیست. جناب حضرت حق را دویی نیست، در آن حضرت من و ما و تویی نیست. من و ما و تو و او هست یک چیز، که در وحدت نباشد هیچ تمییز. هر آن کو خالی از خود چون خلع شد، اناالحق اندرو صوت و صدا شد. حلول و اتحاد اینجا محال است، که در وحدت دویی عین زلال است. حلول و اتحاد از غیر خیزد، ولی وحدت همه از سیر خیزد. تعیون بود که از هستی جدا شد، نه حق شد بنده نه بنده خدا شد. وجود خلق و کثرت در نمود است، نه هرچون می نماید عین بوده است. ببین نظام میگه که حلول و اتحاد، اتحاد از غیر برمیخیزه، یعنی اینکه من یه چیزم، شما یه چیزی، ما با هم متحد میشیم. پس من و تو الان دو تا چیز مختلفیم، ولی فعلا با هم متحد شدیم. ولی میگه این وحدت وقتی مصوبش میکنیم از سیر برمیخیزه، از سیر و سلوک، از اون سفریه که ما میکنیم به درون و حقیقت رو میفهمیم، که میفهمیم اینجا جز یکی، جز این واحد، چیز دیگه اینجا وجود نداره. پس وقتی در درون اینجا یکی هست، در بیرون هم یک بار یک چیز میبینیم، ما یک وحدت، یک واحد میبینیم. پس وقتی یک واحد هست دیگه اینجا دویی نیست. پس این شخصی که به وحدت رسیده دیگه دوتا نمیبینه. عزیزان ببین، چشم این دیگه دوتا نمیبینه، یه چیز میبینه، یک واحد میبینه، که این واحد الان کل هستی هست و همه چیز رو هم در بر گرفته. ببینید در آن واحد این چشم هم نیسته، هم این فضای خالی و این فضای وجوده، و هم هسته، یعنی همه چیز در درون اون الان حضور دارن و سرایان دارن. بنابراین این درون این شخص یهو یک فراخی، یک بازی ایجاد میشه و یک دید دیگه است عزیزان، یک دید الهیه. این دیدی که داره کل رو میبینه، الان داره یک حضوری رو میبینه فقط، که شاهد تمام ایناست، ولی درگیر اینا نیست. ولی به محضی که میره در ذهن و اون من دوباره ایجاد میشه، اون من توهمی و من دردانه که خودشو مرکز کل هستی میبینه، دوباره داستان اون شروع میشه و دوباره خاطرات اون شروع میشه، دردهای اون شروع میشه. پس عزیزان ببینید، ما در خلاصه باید بگیم که پس انسانی که این حقیقت درش بیدار میشه، یک حالات دیگه ای داره، یک استحاله در واقع در وجودش ایجاد میشه، که از اون توهم، از اون خواب این من بیرون میاد، یهو بیدار میشه. بیدار شدن یعنی کشف این حقیقت واقعی هستی، که یک حضور اینجا، یک شاهد، یک حضور حق فقط اینجا سرایان داره، که شاهد و ناظره، و زندگی کردن با آن، زنده بودن با آن. یک مقدار مقایسه اینجا من میکنم در واقع بین کسی که بیدار نیست، قبل از بیدار دلی و بعد از بیدار دلی. خیلی خلاصه ببینید، ما قبل از اینکه بیدار بشیم، دل ما بیدار بشه، این خاطرات تلخ گذشته در ما همیشه به ما درد میده، چون یک منی اینجا هست، یک من دردان است که هم به اون خاطرات همه هم‌هویته و دردناکه براش مرتب. از آینده وحشت داره، چون نمیدونه که آیا این چیزایی که میخواد در آینده میخواد به دست بیاره، آیا پیش میاد یا نمیاد، و نکنه چیزایی که داره از دست بده، چون یک منی هست با یک خاطراتش، با یک افسانه وجودش و یک داستانی که دنبال خودش داره میبره.
این شخص اتفاقات اون رو از جا میکنه، چون واقعی گرفته، یعنی باور کرده که این من هست و این یک دنیایی هست و نمیدونه که اینجا فقط یک نقشه داره بازی میشه، نمیدونه که خود حضرت حق اینجا در هر دمی داره میدمه و همش حضور اوست، همش بازی اوست. این خودش رو جدا میبینه، بنابراین هر اتفاقی که میفته اینو از جا میکنه، میگه این اتفاق برای من رخ داده، یکی منی هست که این دردها رو مرتب هی به خودش متصل میکنه، هی وصل میکنه. عزیزان اتفاق میفته، ولی اینجا حضور، اگر در این حضور انسان زنده بشه به این، به این حقیقت وجودی، این اتفاق فقط یک جریان گذراست، میاد و میره، رد میشه. در این فضای بی نهایت عشق هیچ جا پایی نمیتونه بذاره. اون چیزی که بهش درد داده میشه اون منه، اون من توهمیه. این شخص اصلا داستان دیگران هم همینطور، هر چی که از دیگران میشنه یهو اینو از جا میکنه، میبره تو داستان اونها و خودش رو درگیر داستان دیگران میکنه و دردهای اونها رو حس میکنه. یک فرد شادی نیست انسان، این انسان شادی نیست، این شادی رو از بیرون جستجو میکنه، چون نمیدونه اصلا خودش این قند و شکر درون خودش رو پیدا نکرده هنوز. مرتب در افکار عزیزان این شخص به سر میبره و این، چون این شخص بعد مرتب هم میگه من نمیدونم چگونه افکارم رو ساکت کنم. عزیزان تا زمانی که این من، این من دردانه اینجا وجود داره، هر فکری که الان اینجا هست، این فکر میچسبه خودشو به این فکر و با اون فکر هویت میسازه و واقعی جلوه میده اون فکر، برای که بخواد زنده بمونه. ولی ما اگر بگیم این من اصلا اینجا، این من حقیقی نیست، این افکاری که در اثر شرطی شدگی ما در وجود ما بالا میاد، همینطور رخ میده همینطور مثل موج روی آب، به ما یه اقیانوسی باشیم، این امواج هی بلند میشن این افکار، ولی این افکار در این اقیانوس این وجود اثری نمیتونن بذارن، چون این اقیانوس داره اون افکار رو مشاهده میکنه ولی جزوش نمیشه، ولی هم هویت اینجا یه منی نیست که هویت بگیره از اون، این فرقشه. بنابراین افکار این شخص که هنوز خودشو نشناخته همیشه در جریانه، مرتب در حالت چه کنم هستش، مرتب اینه که من چیکار بکنم که شاد باشم. و ولی به محضی که این شخص آگاه میشه، میبینه که اصلا این منی وجود نداره، این افکار یک افکار ساده میانو میرن و مقدارشون بسیار بسیار کمه. ببینید در حالت عادی شما بگیرید 5 دقیقه وقت بذارید، ببینید تو این 5 دقیقه چند تا فکر میاد که از من، با من شروع میشه و درباره که من چیکار بکنم هستش. میبینی 80% 90% افکار روی این من، هول هوش این محور من میگرده. ممکنه 10% فکرای ساده باشه که خب حالا من امروز چیکار باید بکنم، چه کارهای بانکی دارم، مثلا کار آشپزی دارم یا فلان تلفن رو باید بزنم، اینا فکرای ساده است که هیچ اشکالی هم نداره. ولی این که مرتب من بشینم فکرای گذشته و آینده بکنم که من در گذشته چه اشتباهی کردم، در آینده میخوام چگونه به ثمر برسم، فکرایی که من چگونه باید به ثمر برسم عزیزان، این مال همون من دردانه است. ولی عزیزان یک انسانی که بیدار میشه بعد از بیداری، این دنیا رو دیگه جدی نمیگیره، چون میدونه که این یک بازیه، این متوجه میشه که این دنیا جدی نیست، ترس از آینده دیگه نداره، چون ده همیشه در این حضوره، میدونه که این حضور کیست، این حضور چیزی جز حضرت حق نیست، جز وجود او که سرایان داره اینجا. یک ایمان بسیار قوی داره و دیگه تمام اون ترس ها و اون رنج های بیهوده ازش، از دلش رفته بیرون، یک آرامش درونی مرتب داره در این حضور. داستان دیگران رو از جا نمیکنه، نه اینکه هم دردی نکنه عزیزان، ولی اینکه بره خودش رو بچسبونه به داستان اون شخص و با اون داستان دوباره بیفته توی ذهن و هم هویت بشه و یک حالت در واقع داستان جدید برای خودش درست کنه تا بتونه زنده باشه افکارش. این همچین حقیقتی رو در این وجود، این حالت دیگه در این شخص وجود نداره. داستان رو میشنوه، همدردی هم میکنه، ولی با اینها جدا از این هاست، یعنی فقط نظارگر این میشه، این داستان میشه، ولی درگیرش نمیشه. عزیزان
از مرگ این شخص نمیترسه، چون میدونه مرگی در کار نیست، چون این وجود، این بدن متلاشی میشه، بله، این من دردانم از بین میره، بله، ولی اگر من شناخته باشم حقیقت وجودمو که این شاهده، که شاهد تمام اینا هست همین لحظه و ابدی هم هست، این رو نمیشه کنسل کرد، همیشه در وجود من این سرایان داشته، از بچگی موقعی که 6 سالم بوده همین وجود بوده، در 20 سالگی همینه، الانم هم در این سن همونه و همیشه هم خواهد بود. اینجا مرگی وجود نداره، اینجا تولدی وجود نداره اصلا، تولد و مرگ و غیره اینجور چیزا مال این بدنه، مال این بدن منیفست شده است عزیزم، و مال ذهنی که اون منی که الان اینجا هست. ولی واقعا اگر ما قبل از مردن بتونیم بمیریم، قبل از مردن این بدن بمیریم به این نفس، بمیریم به این من دردانه، زندگی جدید در این بدن ایجاد میشه. این بار این زندگی، زندگی حقیقیه، چون اولا حقیقت رو فهمیده، میدونه حقیقت چیه با عمق وجودش، بعد این زندگی رو بازی میکنه، فقط به عنوان یک نقش بازی میکنه. البته نقش منم بازی میکنه، هیچ اشکال نداره، من و توی هم میکنه، من و تو هم میگه، ولی وقتی میگه من، اون نقطه مراجعش دیگه این بدن و ذهن نیست، اون من، اون حقیقت وجودش که اینجا الان سرایان داره، از اونجا میگه من، من هستم. برای اینکه اینجا یک من هستمی هست، یک وجود اینجا هست، ولی این وجود بی نهایته، بی نهایت عزیزان، عمقش بی نهایته، یک وجود سکون و سکوت و مستقر، هیچ حرکتی درش نیست، حرکت در ذهنه، حرکت ها تغییرات در ذهنه، این سکون مرکز این پرگاره و ذهنیات و من اون شاخه دیگه پرگار که میچرخه. در ذهنی که عزیزان ببینید، این شخص اگر احساساتی در وجودش بالا بیاد که میاد به عنوان یک شخص و انسان میاد، این احساسات رو فقط مشاهده میکنه ولی درگیرش نمیشه. ببینید وقتی این احساسات فقط مشاهده بشه، این احساسات دامن نمیزنه در این وجود، چون منی اینجا در کار نیست که بگه این احساسات منه، حالا من میخوام اینا رو از دست، اینا رو از بین ببرم، چگونه این احساسات بد رو از بین ببرم، هی میخواد از اینا نابودش کنه، از بین ببره، دوست نداره، من این منی که مقاومت میکنه. ولی وقتی این احساسات حالا از هر چیزی از گذشته در وجودش بیدار میشه، فقط این شاهد ناظر نگاه میکنه و در اثر نگاه عزیزان، این احساسات مثل یک گوله برف زیر آتش خورشید، زیر آفتاب، این آب میشه، از بین میره. پس به طور خلاصه عزیزان، این انسانی که به این درک رسیده، این حقیقت رو کشف کرده، بزرگ و این حقیقت رو زندگی داره میکنه، بزرگترین خدمت رو به بشریت داره میکنه، انجام داده. یکی دو تا غزل دیگه اینجا هستش که دلم میخواد در خاتمه بخونم برای شما عزیزان. ببینید اینجا دوباره میگه که تو، ما اینجا فقط یک شاهد ناظری، اون چیزی که گم شده خودتو داره میگه از درون خودت نگاه کن، آرامش و شادی رو، همه رو اینا در وجود خودت داره میگه جستجو کن. این دو تا چشم ذهنی رو هر جایی نبر، به هر چیزی تمرکز پیدا نکنه وجودت، در ناظری نگر، میگه در این فقط بشو این شاهد ناظر، چون اون حقیقت عزیزم. وگرنه اگر چشمی باشه که با من ذهنی، با اون من پشت اون چشم نگاه میکنه، این چشم مرتب داره ارزیابی میکنه، این خوبه، اون بده، اینو دوست دارم، اونو دوست ندارم، این آدم خوبه، اون آدم بده، مرتب و مرتب داره ارزیابی میکنه، این به درد من میخوره یا نمیخوره. ولی وقتی که شما ناظر باشی، ناظر فقط یک شاهده، و این شاهد ما اینو دست کم نگیریم از این فضای فقط اینطوری خالی نیست، این عدم خالی نیست، وید نیست، این همه هستی از این عدم بلند میشه، هر چیزی که اینجا به وجود میاد از اینجا بلند میشه. بنابراین فکر نکنید خلاقیت ما از ذهنه، خلاقیت از این حضور بلند میشه، ولی اینجا
آگاهی، فقط یک آگاهی اینجا، یک اطلاعات اینجا نهفته نیست، چون اطلاعات در ذهنه. وقتی شما یک سوالی حرفی داری میزنی از روی اطلاعات دیتابیس ذهنی داریم حرف میزنیم، اون یه حرف میزنه. ولی وقتی که یک خلاقیتی، یک کلامی از عمق این وجود بیدار میشه، بلند میشه، این از اون خرد حضور الهی هست. ببینید اینو چقدر قشنگ میگه. میگه که در ذهن، این که از این تخت تن بیا بیرون، این تن، تن و این ذهن، و به تخت جان بنشین. ما اون در اون تخت باید مستقر باشیم همیشه، در اون خانه. و بعد میگه انبان بوهریره وجود توه، این زنبیلی که همه چیز در اون هست، همه خوبیا و زیبایی و شادی و عشق، همه چی در اون هست. میگه در وجود خودته، اینو از وجود خودت جستجو کن. غزل 3005 از دیوان کبیر. آن دل که گم شده است هم از جان خیش جوی، آرام جان خیش ز جانان خیش جوی. دو چشم را تو نظر، نظر هر بی نظر مکن، در ناظری گریز و از او آن خیش جوی. از تخت تن برون رو و